سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله مندی دارد. در عین حال مطالبات مردم و آواز همه‌کشور شنیده خواهد. اظهارات تازه ی رئیس جمهور غنی در مورد چگونگی مذاکرات صلح با طالبان. گزارش تازه ی وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. و توقف تمام پروازهای اروپایی به ایالات متحده ای امریکا متعاقب افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در جهان. سلام. با برنامه امروز پنجشنبه 12 مارس 2020 خوش آمدید. این برنامه در صفحه دری صدای امریکا در فیسبوک نیز همزمان نشر میشه. من سیار زیا هستم. امید میکنم ما را تا پا برنامه همراه باشید. در برنامه امروز خبرهای مهمه در رابطه با انکشافات تازه سیاسی در افغانستان، با ویژه چگونگی شکلگیری تلاش ها جهت مذاکره با طالبان جا داده شده است. اما افزایش نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا سرخط خبرهای جهان قرار گرفته. فقط یادآور میشم که در برنامه امروز همکار ما جلال میرزا در استودیوی کابل محترم داود الطاف مسئول برنامه های اضطراری سازمان صحی جهان در افغانستان را با خود داره و هر دو در مورد چگونگی روند گسترش ویروس کرونا در منطقه و ویژه در افغانستان و عواقب آن صحبت میکنه. اما در آغاز، در گزارش تازه ایالات متحده روی وضعیت حقوق بشر در جهان، افغانستان به نقض حقوق بشر به شمول قتل‌های غیرقانونی، ناپدید شدن اجباری و بازداشت‌های خودسرانه توسط شورشیان ضد حکومت و نیروهای امنیتی متهم شده است. در این گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، علاوه بر افغانستان، چین، ایران، ونزوئلا و کیوبا نیز متهم به نقض حقوق بشر و شمول حمله بر خبرنگاران شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را همکار ما قدیر مشرف دنبال کرده و همکنون از اتاق مرکزی خبر صدای آمریکا در برنامه با ما هستند. آقای مشرف سلام بر شما. کمی بیشتر روی جزئیات این گزارش، به خصوص آنچه در قبال افغانستان نگاشته شده، اگر معلومات بدید. سلام سیاه جان به شما و بینندگان عزیز. در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره نقض حقوق بشر در کشورهای جهان، به موضوعات مهم حقوق بشری در افغانستان اشاره شده که شامل گزارش شکنجه توسط نیروهای امنیتی و نهادهای ضد دولتی، فساد دولتی، عدم پاسخگویی و تحقیقات در موارد خشونت علیه زنان از جمله متهمین به جرایم به اصطلاح اخلاقی، استخدام و استفاده از کودکان برای خدمت سربازی، سوء استفاده جنسی از کودکان توسط نیروهای امنیتی و کارمندان آموزشی، قاچاق افراد، خشونت توسط نیروهای امنیتی علیه افراد همجنسگرا، دو جنسگرا، فراجنسیتی و روابط جنسی، جرم پنداشتن رفتارهای جنسی همجنسگرایان شامل می باشه. وزارت خارجه آمریکا گفته که هیچ گزارشی از اقدامات یهود ستیزی در افغانستان ثبت نکرده است. جزئیات یک جدری گزارش می بینیم. وزارت خارجه ایالات متحده در این گزارش افغانستان را به بی‌اعتنایی گسترده به حاکمیت قانون و مسئولیت رسمی افراد مسئول نقض حقوق بشر متهم کرده نگاشته است که این موضوعات از مشکلات جدی و مداوم در افغانستان بوده است. در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان سوء استفاده مستمر یا مؤثر از سوی مقامات از جمله نیروهای امنیتی را تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. حمله عناصر ضد دولت بر رهبران مذهبی که علیه طالبان صحبت کردند، سربازگیری کودکان برای حملات انتحاری و انتقال سلاح از سوی طالبان و شاخه خراسان گروه داعش از موارد است که در این گزارش به آن اشاره شده و تاکید شده که مسئولیت کشتار رهبران مذهبی مخالف طالبان را هیچ کسی به عهده نگرفته است. در این گزارش این هم آمده است که عناصر ضد دولتی افغانستان همچنان به تهدید، آدمربایی، حمله بر کارگران حکومتی، خارجی ها، سازمان های امور صحت و غیر انتفاعی و سایر غیر نظامیان دست یازیدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در مراسم نشر این گزارش کارکردهای حزب کمونیست چین را در منطقه شینجیانگ به خاطر اقدامات گسترده به منظور بازداشت وسیع اعضای گروه های اقلیت مسلمان اویغور انتقاد کرد. In China,
در چین، حزب کمونیست چین برای نظارت مخالفان احتمالی خود از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کند. اقلیت‌های مذهبی را به عنوان بخشی از مخالفت حکومت در بازداشتگاه‌های موقت نگهداری می کند. چین هرگونه سوی رفتار با مسلمانان اویغور و سایرین را در منطقه شینچیانگ رد کرده و می گوید که ایالات متحده در این گزارش از همان لحن قدیمی در برابر چین استفاده کرده است. در این گزارش حقایق نادیده گرفته شده و در میان درست و نادرست اشتباه صورت گرفته است. این گزارش و سخنان پامپئو سرشار از دروغ‌های سیاسی و تبعیض‌های ایدئولوژیکی است و ما جداً مخالف آن هستیم. وزیر خارجه آمریکا در مراسم اعلام گزارش سالانه این کشور درباره حقوق بشر کشورهای جهان باری دیگر به کشتار معترضان ایرانی در اعتراضات مردمی ماه عقرب اشاره کرد و از پویا بختیاری یکی از جانباختگان این اعتراضات نام برد. این انجینیر جوان یکی از هزاران جوان ایرانی بود که در برابر رژیم ایران اعتراض کردند. مادرش با او بود و در آخر روز توسط ماموران رژیم کشته شد. آنها حتی از برگزاری مراسم خاکسپاری او هم جلوگیری کردند. می خواهیم بدانید که ما آنها را فراموش نکرده ایم. در ونزوئلا، وزارت خارجه ایالات متحده درباره محدودیت‌های مربوط به مشارکت سیاسی و جلوگیری از آزادی بیان اشاره کرده است. این گزارش که شرایط حقوق بشر را در حدود 200 کشور و سرزمین مستند می‌سازد، توسط کارمندان سفارتخانه‌های ایالات متحده در سراسر جهان تهیه شده است. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. در افغانستان محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور تاکید می کند که گفتگوهای صلح با طالبان با شفافیت تمام انجام می شود و بعد از ختم پروسه مذاکره با طالبان پارلمان افغانستان یا هم شورای ملی آن کشور و یا لویجرگه در یک همه‌پرسی در مورد موافقتنامه افغانستان با طالبان تصمیم نهایی را خواهند گرفت. اما برخی از منابع نزدیک به طالبان می گویند که عدم رهایی 5000 زندانی طالب قبل از آغاز گفتگوهای صلح این مذاکرات را با مشکل مواجه خواهد ساخت. رئیس جمهور افغانستان در پیام به مناسبت 25مین سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری می گوید که گفتگوهای هیئت حکومت افغانستان با طالبان طولانی خواهد بود و این گفتگوها نیاز به تدبیر و حوصله دارد. هرچند تا کنون فهرست هیئت گفتگو کننده حکومت با طالبان همگانی نشده است. من به همه اطمینان می دهم که صلح با شفافیت تمام صورت خواهد گرفت. هیئت مذاکره کننده حکومت از آدرس حکومت و مردم وارد گفتگو خواهد شد. پروسه صلح یک پروسه طولانی است. این پروسه ضرورت به تدبیر و حوصله مندی دارد. در عین حال مطالبات مردم و آواز هم اقشار شنیده خواهد شد. اما اکنون چگونگی رهایی 5000 زندانی طالب این گفتگوها را با چالش روبرو ساخته است. در فرمان رئیس جمهور آمده که 1500 زندانی طالب روزانه 100 تن آنان سر از 24 حدود رها خواهند شد و 3500 زندانی دیگر همگام با پیشرفت گفتگوها و کاهش چشمگیر خشونتها رها می شوند. اما طالبان با رد این فرمان تا کنون بر آزادسازی تمامی این زندانیان پیش از آغاز گفتگوهای میان افغانها تاکید کردند. تا به امروز پالیسی طالبان همین است که آغاز مذاکرات بین الافغانی مشروط است بر رهایی 5000 اسیران طالب. امید است که طالبان هم انعطاف نشان بدهند تا مذاکرات بین الافغانی هر چه زودتر شروع شود و به نتیجه برسد. اما برخی از کارشناسان نظامی با پشتیبانی از طرح رئیس جمهور میگویند که آزادسازی زندانیان طالب پیش از آغاز گفتگوها و بدون ضمانت کار نادرست است. آیا اینهایی که رها میشن پس به جبهات جنگ میره یا نمیره؟ اگر تجربه سابقه باشه چیزایی که اعلام شدن رفتن یک تعدادی به جبهه رفت. جنگ تنه. بنابراین به این خاطر است که اموری که گفتن که باید تضمین باشه، با میتریک باشه، اینا لیستش باشه و به ترتیب و نظم اعلام شوه ولی در پالوی از این مذاکرات هم شروع شود. ایالات متحده آمریکا در توافقنامه با طالبان امضا کرده که با رهایی 5000 زندانی طالب گفتگوهای میان افغان‌ها آغاز شود. اما این گفتگوها که قرار بود درست پیش آغاز شود به علت همین مشکل تا کنون به تعویق افتاده است. جلال میرزاد،
تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شام دیروز اعلام کرد که برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا سفر از تمام کشورهای اروپایی با جز بریتانیا و ایالات متحده آمریکا را برای یک ماه متوقف می‌کند. قرار است این تصمیم از فردا جمعه انفاذ گردد، اما اتحادیه اروپایی می‌گوید که با این تصمیم که البته یک جانبه عنوان کردن ایالات متحده مخالف هستند و می‌گویند که ویروس کرونا یک بحران جهانی است و مربوط به یک قاره نمی شود. برای شرح بیشتر موضوع همکارم نجیب خلیل از مقابله امارات کانگرس ایالات متحده با خود داریم. نجیب جان سلام دوباره، علت عمده تصمیم آقای ترامپ مبنی بر منع ورود مسافرین از اروپا چه بوده؟ تشکر زیاد جان. خوب، اول در داخل خود امریکا فعلا حدود 37 نفر تلف شده تا کنون و بیشتر از 1200 نفر 1200 نفر مبتلا شده به این ویروس. چرا سفر از اروپا، از کشورهای اروپایی منع قرار داده؟ ما شنیدیم که در ایتالیا بیشتر از 800 نفر تلف شده و بیشتر از 12000 نفر مبتلا شده به این مرض. همچنان از انگلا مرکل شنیدیم که گفت که ممکن بیشتر از 70% نفوذ جرمنی به این ویروس مبتلا شود. بنان به خاطر از اینکه رئیس جمهور ترامپ به خاطر با مشوره که البته با مقامات صحی خود داشت، بر از اینکه وقایع بیشتر از اروپا و کشورهای دیگه داخل امریکا نشه، این ورود مسافرین از اروپا بیشتر منع قرار داد. ما پیش از اینکه سیاجان البته توجه بیننده‌های محترم به این گزارش که تهیه کردیم جلب کنم، می‌خوایم که واکنش تازه چین که تقریبا چند لحظه قبل به دست ما رسید بیان کنم که البته چین گفته که با اظهار مخالفت با این تصمیم ایالات متحده، گفته که ایالات متحده باید نظر به نظریات کشورهای دیگر احترام قائل شود و باید در قسمت مبارزه علیه گسترش بیشتر این مرض همکاری بکنه، یعنی به جای از اینکه این کشورها را مورد انتقاد قرار بده، تاخت و تاز بکنه و یا هم برشان گفت که تهمت ببنده. بنابر هدایت جدید، شهروندان امریکا و وابستگان نزدیک آنها و همچنان افراد دارای گرین کارت که اجازه اقامت دائمی امریکا را دارند و برای ویروس کرونا آزمایش دقیق شدند، اجازه ورود خواهند داشت. آقای ترامپ هدایت تازه را چهارشنبه شب طی یک بیانیه تلویزیونی در قصر سفید اعلام کرد. او تصمیم خود را قاطع اما ضروری توصیف کرد. پس از مشوره با مقام های ارشد صحی حکومتی برای حفظ صحت و سلامتی مردم امریکا، من چندین تصمیم جدی و ضروری را اتخاذ کردم. برای اینکه واقعات جدید داخل کشور ما نگردد، برای 30 روز آینده ما سفر از اروپا را منع قرار دادیم. این مقررات جدید سر از نیمه شب جمعه آغاز می‌گردد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که در این محدودیت تنها آمدن مسافرین از اروپا به امریکا شامل است و امور تجارتی به شکل گذشته ادامه می‌یابد. از جانب دیگر اریک مامر سخنگوی اتحادیه اروپا ویروس کرونا را یک بحران جهانی خواند. ویروس کرونا یک بحران جهانی است. تنها در یک قاره محدود نیست. این بحران مستلزم همکاری جهانی است، نه اقدام یک جانبه. با افزایش گسترش ویروس کرونا در سراسر جهان، استرالیا امروز معموله محرک مالی بیشتر از 17 میلیارد دلار را برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور در مبارزه علیه تأثیر وقایع جدید ویروس کرونا اعلام کرد. برای اینکه مشاغل و تجارت استرالیا را بتوانیم حفظ کنیم، امروز کمک 17.6 میلیارد دلاری را اعلام کردیم و حدود نصف معاش‌های 117,000 بزنس کوچک و نوکار را کمک می‌کنیم. آقای موریسون گفت استرالیا یکی از اولین کشورهایی بود که جدیت ویروس کرونا را درک کرد و مسافرت از کشورهایی که بیشترین رقم این ویروس را داشتند منع قرار داد.
شینزو آبی صدر اعظم ژاپن نیز امروز تعهد نمود تا اقدامات جدی را برای حفظ جان مردم پس از آن اتخاذ نماید که سازمان جهانی صحت شیوع ویروس کرونا را جهانگیر اعلان کرد. برای حفظ صحت و حیات مردم ما اقدامات جدی را اتخاذ کردیم و برای سرکوبی گسترش این ویروس از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد. با این حال یوریکو کویکی شاروال توکیو امروز فسخ بازی‌های تابستانی المپیک را غیر ممکن اعلان نمود. او گفت که با کمیته بین المللی المپیک از نزدیک کار می‌کند و در نظر دارد تا این بازی‌ها با وقت معین آن آغاز گردد. از جانب دیگر کشورهای گواتمالا و السالوادور روز چهارشنبه اعلام کردند که ورود اتباعی اروپایی به قلمروشان را منع قرار می دهند. هیچ واقعی ویروس کرونا در السالوادور وجود ندارد. هیچ واقعی. اما این معنای آن را ندارد که در یک ساعت دیگر، یک روز دیگر و یا در یک هفته دیگر وجود نداشته باشد. ما خدا نیستیم. آینده را پیش بینی کرده نمی توانیم. در یک خبر دیگر جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی توییت از صندوق وجهه بین المللی خواهان کمک عاجل پولی برای مبارزه علیه شیوع ویروس کرونا شد. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن. تاریک آگاه هستین. سازمان جهانی صحت شنیدین ویروس کرونا را همگیر اعلام کرده. سازمان بعد از هفته ها نظارت بر چگونگی روند گسترش این ویروس این تصمیم را اتخاذ کرد. دوستا، تأثیر شیوع این ویروس بر کشورهای مانند افغانستان که با جنگ داخلی و کشمکش‌های دیگی هم مواجه است چگونه خواهد بود؟ همونطور که در آغاز برنامه گفتیم، همکار ما جلال میرزاد با محترم داوود الطاف مسئول برنامه‌های اضطراری سازمان صحی جهان در افغانستان هم اکنون در استودیو کابل هستند و این بحث در اونجا دنبال می‌کنند. آقای میرزاد سلام دوباره بر شما. ابتدا شما میشه از تحولات تازه در مورد چگونگی پیشرفت و یا هم گسترش ویروس کرونا در افغانستان آغاز بکنید؟ همان گونه که نگرانی ها را گسترش ویروس کرونا در جهان برانگیخته، در افغانستان نیز نگرانی ها وجود داره. امروز هم رئیس جمهور افغانستان قرار بود در یک نشست حضور پیدا بکنه و این نشست به خاطر ویروس کرونا کنسل کردن و به یک پیام اکتفا کردن که شما پیامش در گزارش قبلی دیدین. آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان نشان میده که 165 مورد مشکوک وجود داشته که از میان 165 مورد مشکوک 5 نفر تا حال مثبت شناسایی شده، 2 نفرش در سمنگان و 5 نفر دیگه از این در هرات بوده که بیشترین کسایی که به این بیماری دوچار شدن و از طرف ایران آمدن و مرزهای ایران هم اکنون برای مهاجرین باز است و ما در استودیو دکتر محمد الطاف مسئول برنامه اضطرار سازمان صحی جهان داریم که از اینا بیشتر در این مورد میپرسیم. خوش آمدید. سازمان صحی جهان حال که این ویروس کرونا را همگانی اعلان کرده و در حال که 114 کشور به این مشکل دچار هستند، معیار سازمان صحی جهان برای همگانی ساختن یک بیماری چیست؟ چرا تا به حال چنین اقدام نکردند؟ خب سلام خدا به تلویزیون آشنا و بینندگان تلویزیون تقدیم داشته. براتون بگویم که سازمان صحی جهان زمان یک پاندمی یا مرض واگیر اعلان میکنه که انتشار فعال مرض در درون جامعه در چندین کشور دور یا بیرون از کشوری که در اوج منشأ یا محراق انتان اول بوده وجود داشته باشه و ایجاب یک پاسخگویی جهانی هماهنگ و جامع بکنه. در این زمان که سازمان صحی جهان من حیث سازمان بین المللی در بخش صحت پاندمی را اعلان میکنه و از کشورهای عضو سازمان صحی جهان میخواه که یک جا با هم در برابر این پاندمی یا مرض واگیر با هم کار کنن و اقدام کنن. وضعیت افغانستان شما بهتر درک میکنین. افغانستان که وابسته به کشورهای کمک کشورهای جهان است، شما با افغانستان چه کارهایی انجام دادین به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا و چه کارهایی انجام میدین؟ خب سازمان صحی جهان یک جا با وزارت صحت عامه افغانستان از ابتدای بروز از این اپیدمی یا مرض واگیر در چین یک جا کار کردن در قسمت آمادگی ها و کاهش خطرات موجود از این مرض در افغانستان. البته در قسمت آمادگی ها در بخش های مختلفه
کارهای انجام شد که از او جمله گفته میتونیم که در بخش سرویلانس، در بخش سرویلانس اینجا نظارت از حدوث واقعات در قسمت سکریننگ یا غربالگری در نقاط دخولی سرحدی افغانستان، همچنان میدانهای هوایی که در افغانستان وجود داره، در این قسمت تیما موظف شدند و همینطور در قسمت رساندن پیامهای لازم بر مردم و کارکنان صحی و همچنان در قسمت تقویه محلات صحی یا شفاخانه ها و کلینیک های صحی آمادگیشان برای ارائه خدمات لازم، از جمله ایجاد حدود 1000 بستر برای تجرید الان در ولایات کشور که از جمله کابل و 34 ولایت الان با همکاری وزارت صحت عامه این مراکز ایجاد شده و دکترها و کارکنان صحی در بخش تداوی و خصوصا کنترل انتان در داخل شفاخانه ها آموزش دیدند و همچنان در بخش اهمانگی که بخش اساسی کار است کارهای انجام شده که کمیته استقرار در سطح وزارت صحت عامه و همینطور کمیته نقدی هم شده، کمک‌های نقدی نه بلکه در قسمت آمادگی و در قسمت تسهیلات امی کارهایی که ما گفتم WHO در همکاری داشته. ظرفیت حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا در افغانستان چگونه می‌بینید؟ آیا شما نگران گسترش کرونا در افغانستان هستید؟ خب با نظر شرایط عمومی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان در موقف خوبی قرار داره و تا حال را در این بخش‌های اساسی که به خاطر آمادگی و کاهش خطر و همچنان پاسخگویی به یک واگیری در داخل افغانستان کارهای خوب انجام شده و کارهای زیادتر باید انجام شود، اما باز هم گفته میدانیم که در مقایسه با کشورهای پیشرفته جهان افغانستان او آمادگی های لازم و ظرفیت های لازم نداره، ولی با وجود همه محدودیت ها وزارت صحت عامه افغانستان تانسته که آمادگی های این حد اقلی را که لازم است در سطوح مختلفه و همچنان در بخش های مختلفی کنترل امراض ساری به صورت خاص در مواجهه با کرونا ویروس یا ویروس کرونا انجام داده و انجام میده. تشکر آقای، شما را در برنامه بعدی میداشم. تشکر آقای زیا. تشکر از شما هم دوستا. برنامه را ادامه میتیم اما پس از یک وقفه کوتاه. پارلمان روسیه لایحه را تصویب کرد که بر اساس آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور کنونی روسیه میتواند برای دو دوره 6 ساله دیگر یعنی تا سال 2036 رهبران کشور باقی بماند. بر اساس قانون اساسی روسیه یک فرد نمیتواند بیشتر از دو دوره پیهم رئیس جمهور باشد، اما لایحه جدید که دیروز در پارلمان روسیه تصویب شد این محدودیت را از سر راه آقای پوتین برمی‌دارد. پوتین 67 ساله از دو دهه به این سو به نحو قدرت را در روسیه در دست داشته است و در مورد این لایحه میگوید که این لایحه را که با 383 رأی تایید و 43 رأی ممتنع از سوی دوما تصویب شده و باید محکمه قانون اساسی روسیه نیز آن را منظور کند. قرار است به تاریخ 22 آوریل برای تعدیل قانون اساسی روسیه که با لایحه جدید مرتبط است در روسیه رأی گیری شود. کانگرس ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای حمله بر ایران محدود می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه‌ای موسوم به صلاحیت‌های جنگی را با 227 رأی مثبت در برابر 186 رأی مخالف تصویب کرد. این اقدام برای رئیس جمهور ترامپ که گفته بود هر گونه لایحه در مورد محدودسازی صلاحیتش را در امور نظامی ویتو می‌کند، یک ضربه شدید تلقی می‌شود. آقای ترامپ گفته است که برای رد ویتوی او رأی کافی وجود ندارد. انصراف الیزابت وارن، یک تن از کاندیدان حزب دموکرات، از ادامه رقابت‌های مقدماتی این حزب با بسیاری از زنان آمریکا این حس را داد که رسیدن به ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا هنوز هم برای زنان این کشور یک رویای دست نیافته نیست. این موضوع و همچنان کمرنگی حضور کاندیدان دیگر زن از حزب دموکرات نگرانی‌ها را در قبال تداوم پنهانی تبعیض جنسیتی در آمریکا برانگیخته است.
در طول کمپاین انتخاباتی، الیزابت وارن، یک تن از کاندیدان حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، به هر کجا که می رفت، یکی از دلایل شرکت در انتخابات را تشویق دختران نوجوان آمریکایی برای ورود به دنیای سیاست عنوان می کرد. پس از انصراف از انتخابات، وارن به تبعیض جنسیتی که هنوز در آمریکا وجود دارد اشاره کرد و گفت که دختران کوچک 4 سال دیگر برای دیدن زن دیگری که برای ریاست جمهوری رقابت کند باید صبر کنند. اگر بگویی که بله، در این رقابت تبعیض جنسیتی وجود داشت، همه خواهند گفت که شکایتت بی اساس است. و اگر بگویی که نه، تبعیض جنسیتی وجود ندارد، شمار کثیری از زنان خواهند گفت که پس تو در کدام سیاره زندگی میکنی؟ وارن که با 6 زن دیگر در رقابت‌های مقدماتی دموکرات‌ها شرکت داشت، از نظر ایدئولوژیکی یک سیاستمدار مترقی است و آخرین کاندید زن قابل دوام در این رقابت‌ها به حساب می‌آمد. در حال حاضر تولسی گابرد تنها کاندید زن دموکرات است که هنوز در این رقابت حضور دارد، اما او نیز با اختلاف قابل توجه از جو بایدن رقیب انتخاباتی خود عقب است. این طور که پیداست، تنها اسم 3 مرد سفید پوست یعنی جو بایدن، برنی سندرز و دونالد ترامپ که همه بیشتر از 70 سال سن دارند، در رقابت ریاست جمهوری آمریکا برده می شود. در دوره قبلی هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا شکست خورد و نتایج نظرسنجی هم نشان دهنده این است که رای دهندگان دموکرات این بار تمایل به حمایت از کاندیدان زن ندارند. منطقی که وجود داشت این بود که سنت باید کامیاب شود و اینکه یک مرد سفیدپوست که بالای 70 سال سن دارد باید علیه یک مرد سفیدپوست دیگر که او هم زیادتر از 70 سال سن دارد رقابت کند. خانم کلینتون اخیراً اذعان کرده که تبعیض جنسیتی هنوز هم یک مانع بزرگ بر سر راه زنان در آمریکاست. هنوز هم رفتار دوگانه وجود دارد. هنوز هم تبعیض زیادی درباره زنانی که می‌خواهند رئیس جمهور شود وجود دارد. کاندیدان زن هنوز هم با انتقادهای زیاد از جمله اینکه آیا قابل دوست داشتن هستند یا بیش از حد احساساتی هستند یا خیر روبرو هستند، انتقادهایی که به ندرت درباره کاندیدان مرد استفاده می شود. به علاوه آن هنوز هم این استنباط وجود دارد که ریاست جمهوری یک کار مردان است. فارین حقوق زنان اما امیدوارند که با وجود شکست کاندیدان زن در انتخابات مقدماتی دموکرات ها، روز یک زن بتواند رئیس جمهور آمریکا شود. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. 2020 میلادی مصادف است با 100مین سال روز اضافه شدن 19مین تعدیل در قانون اساسی ایالات متحده که روی حق زنان به دادن رأی متمرکز می باشد. موزیم ها در واشنگتن دی سی برای تدلیل از این روز داستان چگونگی نبرد زنان را برای کسب حق رأی، البته که همه در ایالات متحده آمریکا، به نمایش گذاشته میشه. زنان آمریکایی که برای حق رأی مبارزه میکردند خود را سفرگت میخوانند و واژه سفرج به معنی رأی دادن است. زنان در این مبارزه علامه‌هایی را رسا می‌کردند، خود را به خط آهن با زنجیر بسته، با چتری‌ها بر پلیس تهاجم بردند و بر فروشگاه‌ها و دفاتر دولتی نیز حمله کرده و تظاهرات مختلفی را برنامه‌ریزی کردند. این نمایشگاه داستان سنتی را به تصویر می‌کشد که همه ما از حق رأی‌گیری به یاد می‌آوریم و این داستانی است که ما از سوزن بی آنتونی آموخته‌ایم که گروه بزرگی از زنان را در این مبارزه رهبری می‌کرد. 19مین مسوده قانون اساسی ایالات متحده که حق رأی دادن را به زنان اعطا کرد در سال 1990 تصویب شد، در حالی که این مسوده در سال 1878 ارائه شده بود. از برکت مبارزی زنانی همچون سوزن بیانتونی و الیزابت کودی برای کسب رأی حق زنان در ایالات متحده، این مسوده در نهایت در 18 آگوست 1920 تصویب شد. راهپیمایی زنان در سال 2017 بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور ترامپ در شهرهای مختلف ایالات متحده برگزار شد. بیش از 5 میلیون نفر در این راهپیمایی ها اشتراک کردند و آن را به بزرگترین اعتراض یک روزه در تاریخ ایالات متحده تبدیل کردند. در راهپیمایی زنان در سال 2017 واقعا دیدیم زنان از لوحه های جنبش کسب حق رأی زنان یا سفرج استفاده کردند و اولین بار بود که از این جنبش به شکل عمومی توسط زنان کشور حمایت صورت گرفت. این نمایشگاه در موزیم ملی تاریخ ایالات متحده دایر شده است و بیش از 60 شی در آن به معرض نمایش قرار داده شده است.
سحر عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. با سپاس از همراهیتان با این برنامه. به لحظات پایانی بخش دری تلویزیون آشنا رسیدیم، اما نشرات تلویزیون آشنا در نیم ساعت بعدی ادامه داره. همکارم شایسته سعادت لامی در نیم ساعت بعدی میزبانتان است. شایسته جان سلام دوباره.